بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه نصر تیوی. ادامه بحثمون رو میپردازیم. در جلسه قبل صحبت کردیم از این که قرار چه فضایی رو برای شما عزیزان باز بکنیم. این جلسه و چند جلسه‌ای که پشت سر هم خواهد بود در مورد عهد الهی صحبت خواهیم کرد، عهدی که کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن از اون یاد میکنه و صحبت میکنه که ما با بندگان خودمون عهد بسته بودیم که کاری رو انجام بدن، اما اونطور که از متن کتاب مقدس برمیاد خیلی ها این عهد رو شکستن. ببینیم چه شده. در کتاب مقدس اولین بار که صحبت از عهد میشه به لحاظ زمانی، نه به لحاظ اینکه در کجای کتاب مقدس الزاماً آمده باشه، به لحاظ زمانی اولین عهد با نوح بسته شده. در تورات پیدایش 9 شماره 8 تا 13 باب 9 آیات 8 تا 13 خدا اشاره میکنه که از نوح و پسرانش عهد گرفته، پیمان گرفته. این پیمان پیمان بسیار مهمی است. و خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب کرده گفت: اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریه شما استوار می‌سازم، یعنی با تو و ذریه تو من عهدی می‌بندم، و با همه جانورانی که با شما باشند، از پرندگان و بهایم و همه حیوانات زمین، با شما با هر چه از کشتی بیرون آمد، حتی جمیع حیوانات زمین، عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که بار دیگر هر ذی جسد از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند. و خدا گفت: این است نشان عهدی که من می‌بندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند، نسلن بعد نسل تا به ابد. قوس خود را در ابر می‌گذارم و نشان آن عهدی که در میان من و جهان است خواهد بود. پس خدا با نوح عهد می‌بنده و با افراد و ذریه نوح که در کشتی هستند عهد می‌بنده که اینها رو نجات داده. نشان نجات از طوفان رنگین کمانه. میگه این هم نشان عهد من. در مورد اینکه اینها باید چی کار میکردن، ظاهرا هفت فرمان نوح مد نظره که در کتاب مقدس آمده. سه مورد از 10 فرمان حضرت موسی رو کم بکنید میشه هفت فرمان نوح و هفت عهد حضرت نوح. قرار بود بشر این کار رو انجام بدن. خوبه بدونید در قرآن هم به این مسئله اشاره شده. سوره اسراء آیه 3 و سوره مریم آیه 58 و 59. اسراء 3: ذریه من حمل لام انه انه کان عبدا شکورا. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. به ذریه نوح اشاره شده. اولئک الذین انعم الله علیهم، آنها کسانی بودند که خدا بر آنها نعمت داد. من النبیین، از نبیین، من ذریه آدم، از فرزندان آدم، و من من حملنا مع نوح، و از کسانی که حمل کردیم با نوح، و من ذریه ابراهیم، از ذریه فرزندان ابراهیم، و اسرائیل، اسرائیل منظور حضرت یعقوبه، ذریه اسرائیل میشه بنی اسرائیل، و من من هدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا فخلف من بعدهم. میگه اینها بعدش خلاف کردن، شکستن عهدشو. خلف اضاعت صلاة و تبعت شعبات فسوف یلقون غیا. میگه اینها بعدش خلاف کردن. اما چه کسانی خلاف کردن؟ اینجا ذریه های مختلفی گفته شده. نکته بسیار ریزی که قرآن اشاره میکنه، نمیگه الزامن این ذریه متعلق به خود حضرت نوح هستن. این نکته خیلی خیلی اساسی است. میگه که ذریه‌ای که همراه حضرت نوح هستن هم میتونن بچه‌های خودش باشن و هم میتونن نه. یک ذریه‌ای رو که خدا خیلی مخفیانه داره در موردش صحبت میکنه در قرآن آمده، یعنی میبینید یک هماهنگی وجود داره. ببینید نشان این عهد رو تورات میگه رنگین کمان بود. رنگین کمان در زبان عربی میشه قوس قزح. زمانی از امام علی، امام اول شیعیان و مسلمانان، وقتی پرسیده شد که به این بهشون گفتن به این قوس قزح زیبا نگاه کنید، ایشون گفت نگید قوس قزح، بگید قوس رحمان. رحمان از نامهای خدا و از القاب خداست. گفتن چرا؟ چون ایشون گفت چون قزح نام شیطانه. جالب بدونید جریانات صهیونیستی خیلی خیلی سعی کردن این نشان عهد الهی رو به سمتی ببرن که بر ضد عهد الهی باشه. امروز رنگین کمان تبدیل شد در نمادشناسی و سیمبولوژیسم
به نماد همجنس بازان. شما پرچم اینها رو زیاد میبینید این طرف اون طرف استفاده میکنن، یعنی نشان عهد الهی رو آوردن برای همجنس بازی استفاده کردن، مسئله‌ای که کاملا برخلاف عهد الهی است. خب این عهدی است که با نوح بسته میشه. خوبه بدونید در قرآن اشاره شده که حضرت نوح طوفانش، اون ویژگی هایی که ما ازش میبینیم، قرآن اشاراتی داره که اون طوفان فقط تو منطقه زندگی خود نوح بوده، طوفان کل زمین نبوده، بلکه در میان کتب مقدس یهودیان مسیحیان نامسلمانان علمی ترین بحث متعلق به قرآنه. قرآن میگه این میگه ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم، و با آیه دیگه در قرآن داریم که اگر پیامبری به سمت قوم خودش بره، عذابی که میخواد بیاد فقط برای قوم خودش میاد اگر به حرفش گوش نکنن. بقیه گناهی نکردن. مردمی که در چین بودن چه گناهی کردن که زیر آب برن؟ کما اینکه غیر عقلانی هم میرسه که تمام جفت‌های حیوانات اون کشتی جمع شده باشن، و ما اصلا در تاریخ هم همچین طوفانی رو در کل دنیا سراغ نداریم. این همه آب اصلا از کجا آمد؟ اما تو منطقه بین النهرین و بابل سراغ این طوفان رو داریم. ما در تاریخ در گل‌نوشته‌ها و سنگ‌نوشته‌های گیلگمش توی اونجا اثری از طوفان حضرت نوح می‌بینیم که در آن منطقه آمده بوده. بحث‌های مختلفی میشه، من نمی‌خوام یک تفسیر پوزیتیویستی از قرآن ارائه بدم، اما چون مفسرین اشاره کردن ظاهراً یک چیزی شبیه مد. ببینید ما زمانی که ماه از کنار زمین رد میشه، جاذبه ماه بر روی آب‌های زمین اثر می‌ذاره، آب‌ها رو به یک سمت می‌کشه، یعنی یک طرف که مده، طرف دیگه زمین آب‌ها کم شده، اونجا جزره. خدمت شما عرض بکنم اگر یک ستاره یا یک سیاره با سرعت خیلی زیاد از نزدیک زمین رد بشه، و فرض کنید یه ستاره‌ای که هر 5000 سال بخواد بیاد از نزدیک زمین رد بشه، یک مداری داره برای خودش، یا نه اصلا یک شهابی بوده چی بوده رد شده، جاذبه‌اش اثر گذاشته و آب اون منطقه رو بسیار بسیار زیاد کشیده باشه سمت خودش و اینها همه غرق شده باشن. و خدا به نوح گفت که کشتی بساز، و او کشتی رو در خشکی ساخت. به هر حال قرآن اشاره میکنه که نوح بر قوم خودش فرستاده شده و اون زمین زمین خود نوح بود و در اون منطقه طوفان آمد. به هر حال هر چه که بوده، در عهد عتیق اشاره میشه که ما عهد بستیم که بعد از این کسی با این نوع طوفان هلاک نشود. از اونجایی که خیلی از دانشمندان زبانشناسان قائل بر این هستن که در عهدین قطعا تحریف صورت گرفته و در این هیچ شکی وجود نداره، پر از پارادوکس ها و تناقض هاست، اما ما این رو ساخته ذهن بشر نمیدونیم. میگیم اصل این کتاب ها الهی بوده، بعدها بشر دست برده درش، اصل رو بر این میذاریم که سالمه. یک جاهای تحریف شده، بعضی جاها تحریف خیلی زیاده، بعضی جاها نه تحریف کمه. میبینیم که خلاصه اولین عهد با حضرت نوح بسته شده. دومین عهدی که تورات بهش اشاره میکنه و خیلی 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 مهمه، عهدی است که با ابراهیم بسته شده. تمام دعواها بر سر ابراهیمه. امروز یهودیان میگن ما باید به بیت المقدس بریم، چون این زمین به ابراهیم وعده داده شده بوده. خدا در کتاب مقدس گفته این زمین را به تو و فرزندان تو میدهم. خدمت شما عرض بکنم، اما نکته‌ای وجود داره، من میخوام اون رو حل بکنم تا ببینیم که پشت سر این نزاع و درگیری هایی که وجود داره چقدر مباحث عقیدتی و دینی نقش داره، و چه بسا خدمت شما عرض بکنم تعبیرات غلط شخصی و آمدانه و عمدن این که یک چیزی رو به نفع خودمون برداشت بکنیم در اینجا وجود داره. در پیدایش باب 16 شماره 9 تا 14 میگه که، یعنی آیه خدمت شما عرض کنم، میگه پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار. پس بعد از نوح حالا با ابراهیم عهد بسته شدش. جالبه در قرآن هم همین رو گفت، گفت از آدم. قرآن یک نفر رو جلوتر معرفی میکنه، میگه از آدم عهد گرفتیم، بعد نوح، بعد ذریه ابراهیم و بنی اسرائیل. رویه هم همینه در تورات، منتها آدم رو من ندیدم عهدی باهاش بسته شده باشه، اما در قرآن آیه شو داریم و عهدنا الى الم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الم عهد الیکم، یا آیا با شما عهد نبستم ای بنی آدم؟ دقیقا در قرآن میگه من ذریت آدم، از فرزندان آدم، میگه ما با فرزندان آدم عهد بستیم، عهد گرفتیم که به مسیر شیطان نرن و خدای یکتا را بپرستن و در صراط مستقیم که تنها راه رسیدن به خداست قرار بگیرن و بدونن که شیطان اون صراط رو معرض خودش قرار میده و اجازه نمیده بندگان خدا در اون راه بمونن. اون صراط، صراط عهد الهیه، صراط مستقیم. خب در تورات میگه پس خدا
به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریه تو در نسل‌های ایشان این عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریه تو بعد از تو نشان عهد چیست؟ هر ذکوری از شما مختون شود، ختنه کردن فرزندان پسر. اینها فرزندان ببینید نشان عهد با نوح رنگین کمان بود، نشان عهد با ابراهیم ختنه کردن پسران بود. خیلی مسئله مهمیه، دقت بکنید که چه سوء استفاده ها از همین صورت گرفت. و گوشت قلفه خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست. هر پسر 8 روزه از شما مختون شود. هر ذکوری در نسل‌های شما خواه خانزاد خواه زرخرید از اولاد هر اجنبی که از ذریه تو نباشد. گفت هر کس هم که در خانه شما هست اونها را هم ختنه کنید. هر خانزاد تو و هر زرخرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی باشد. و اما هر ذکور نامختون که گوشت قلفه او ختنه نشود آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است. پس هر کسی فرزندان پسر خودش رو از ابراهیم و اولاد ابراهیم ختنه نکنه او عهد الهی رو شکسته است. این یک آیه صریح در باب 16 تورات. ختنه نکردن نشانه اینه که کسی عهد ابراهیم و خدا ابراهیم رو قبول نداره. به این دقت کنید. باب 16 آیات بعدیش دقت بفرمایید. بله، باب 16 آیه 1 و 2ش قبل از این ببینید چی گفته. و چون ابراهیم 99 ساله بود خدا بر ابرام ظاهر شد. و چون ابرام 99 ساله بود خدا بر ابرام ظاهر شده. دقت کنید، ابراهیم نیست، ابرامه. یک دونه ه کم داره که در تورات میگه که بعد از آزمون الهی خدا به ابراهیم و همسرش سارا یک ه داد. ابرام شد ابراهام و سار شد ساره. این ه نمادی از خداست. در ابجد یهود و در جامعتریای یهود ه تنها حرفی که یک حرفه. ما میگیم الف، الف سه تا حرفه، بتا سه تا حرفه، جیمل چهار تا حرفه، خود حرف ج جیمل تلفظشه چهار تا، اما ه یه حرفه. ه چون خدا یکیست نشانه از یکتاپرستیست. میگه این رو داد به ابراهیم بعد از اون آزمون بزرگش. آزمون بزرگ چی بود؟ سربریدن فرزندش. یهودی ها میگن اسحاق رو سربرید و مسیحیان، مسلمون ها میگن اسماعیل رو میخواست سر ببره در راه خدا که خدا نجات داد ابراهیم رو از این آزمون. و از خود تورات استنباط میشه که اونی که سربریده شده اسماعیله نه اسحاق. خود تورات تایید داره. قرآن هم از ذبیح الله نام میبره و از اونجا که پسر بزرگ رسم بر این بود که قربانی تقدیم بشه برای خدا، پس از اون جهت اسماعیل میتونه باشه. حالا اثباتش رو در مورد اینکه اسماعیل از تورات میگم خدمت شما. و چون ابرام 99 ساله بود خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. خدا گفت تو زیاد خواهی شد، نسل تو زیاد خواهد شد. خب این دقت کنید، این نکته و نقطه‌ای که در مورد کثرت آمده در مورد نسل ابراهیم مد نظر شما عزیزان حتما باید باشه. اما بعد از ابراهیم عهد رو با کی بست؟ ذریه ابراهیم عهد بسته شده. بله تورات میگه. اما ابراهیم دو فرزند داره، اسماعیل که در حجاز و اسحاق پدر یعقوب پدر بنی اسرائیل. با کدام اینها عهد رو بست؟ بریم به خود تورات رجوع کنیم. تورات میگه باب پیدایش باب 16 آیه 21 تا 27 خدا گفت به تحقیق زوجت زنت ساره برای تو پسری خواهد زایید. دقت کنید نمیگه سار، میگه ساره. یعنی اینجا زمانی است که جناب ساره اون هی مخصوص یهودیان رو چی گرفته؟ که هیو گرفت زمانی که فرزند خودشون رو بگید قربانی کردند. زمانی که اسحاق به دنیا نیامده چطور او رو قربانی کردند؟ این ماجرا بعد از قربانی اسماعیله. اینو تورات اثبات میکنه که به سار میگه ساره، یعنی هرو گرفته این اسم. برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بگذار و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت تا
با ذریه او بعد از او عهدی باشد. خدا گفت بعد از ابراهیم عهد الهی رو با اسحاق میبندم تا بعد از او چی باشه؟ این عهد ادامه داده بشه با ذریه او، با فرزندان او. و اما دقت کنید، اگر خاطرتون باشه در مورد نوح گفتم خدا خیلی زیرکانه یک نقطه‌ای رو گذاشت، نگفت نفهمیدیم این ذریه ذریه خود نوحه یا ذریه هستن که کنار نوحن. اینجا هم یک پرانتز باز میکنه، یک نقطه‌ای رو میذاره، مثل یک فلوچارتی ترسیم میکنه که یک راه فراری هست. زیاد توضیح نمیده، دو آیه بیشتر صحبت نکرده، یکی دو آیه سری پرانتز رو میبنه، میگه عهد رو با اسحاق بستیم، با فرزندان اسحاق. اما یعنی شرط، ببینیم حرف شرط چیه. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. وعده این که حضرت ابراهیم نسلی خیلی کثیر خواهد داشت که در سفر پیدایش باب 16 آیه 1 و 2 گفتیم، این وعده داده شد به کی؟ از طریق اسماعیل، او را بسیار کثیر گردانم. خوب دقت کنید، 12 پیشوا از وی پدید آورم. وعده تورات خدا به ابراهیم میگه که از طریق اسماعیل تو رو زیادت میکنم و 12 پیشوا و امام از اسماعیل پدید خواهند آمد و امتی عظیم از وی به وجود می آورم. یعنی پرانتز بسته، یعنی خدا در مورد اسحاق داره صحبت میکنه، میگه اما اونی که خواستی در خصوص تخصصی ویژه در مورد اسماعیل اجابت میکنم. ظاهرا خدا خبر داره که در خاندان اسحاق قرار یک اتفاقی بیفته که همه چیز خراب بشه، میگه این رو نگه دار و اسماعیل رو در یک بیابان بسیار خشک رها کرد. حضرت ابراهیم با مادرش هاجر که کنیز بود رها کرد. اسماعیل وقتی کودک بود پاش رو به زمین زد، چشمه جوشید، مادرش بالای سرش رسید، هاجر آب رو که دید ترسید، به زبان سوری آرامی گفت زم زم، به این زبان یعنی بیست، زم زم دوبار گفت بیس بیس و نام اون چشمه شد. الان در مکه که مسلمانان برای مناسک عبادی خودشون اونجا میرن، اون چشمه بعد از 4000 سال هنوز جاریه. یک تحقیقات و پژوهش های علمی هم در مورد آب این چشمه صورت گرفته که آب بسیار عجیبی است، خدمت شما عرض بکنم، ویژگی های بسیار بسیار خاصی داره، خیلی خیلی خوبه برای خیلی از امراض و مرض ها. افراد زیادی اون آب رو میبرن به کشورهای خودشون میبرن برای مصرف، مثال دارو، شبیه داروست. حالا کاری ندارم، میتونید در این زمینه خودتون پژوهش بکنید. ولیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید. و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد، از نزد ابراهیم صعود فرمود و بقیه ماجرا رو تو صحبت میکنه که همون لحظه اسماعیل رو ختنه کرد که اسماعیل 13 سالش بود. و جالبه اینجا میگه خود ابراهیم در 99 سال، در این سن خدمت شما عرض بکنم، در 99 سالگی خودش رو هم ختنه کرده. حالا اینها رو قرآن تایید نمیکنه و برخی از زبانشناسان میگن این چه بسا از تحریفات بوده باشه، ما قضاوتی نمیکنیم. خدمت شما عرض بکنم، فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه، اما خیلی باید دقت کنید. جلسه بعد میخوایم صحبت بکنیم چی شد که مسیحی ها ختنه نکردند. شما رو به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.